شنوندگان رادیوی مهاجر درود بر شما ما قرار داریم در سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه این لحظه و با محترم امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه در باره انتخابات پارلمان که 1 مارس سال جاری برگزار می‌گردد حرف خواهیم زد جناب سفیر در دوام فعالیت شما به حیث سفیر تاجیکستان در روسیه انتخابات در پیش ایستاده اولین انتخابات نیست. انتخابات این سال از انتخابات قبلی با کدام ویژگیش فرق میکند؟ البته من تفاوتی در بین انتخابات ها نمیبینم چرا که همه انتخابات هایی که در چی در تاجیکستان چی در فدراسیون روسیه گذشته نه تنها در فدراسیون روسیه بلکه در خارج چه خارج کشور در چارچوب آن قوانینی که در تاجیکستان در برای انتخابات قبول شده است در چارچوب همون قانون و دستورهای کمیسیه مرکزی انتخاباتی میگذرد و البته شرایط فرق میکند شرایط هایی که در 10 سال پیش یا 5 سال پیش بودن چی شرایط اقتصادی چی شرایط های وضعی جهانی دیگر دیگر تفاوت ها در وضعیت هستند تفاوت ها در سطحی بگیم که اومد زندگی مردم و دیگر دیگر تفاوت ها هستند اما انتخابات ها ما اونقدر در شکل گذاشتن انتخابات تفاوت من قدر زیاده هم قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای حزب‌های سیاسی که در انتخابات پارلمان اشتراک میکنند برای تبلیغ نامزدها معیارهای معین را مقرر کرده است برای تشویق و ترغیب نامزدها از حزب‌های سیاسی تاجیکستان یکون شرایط مهیا شده است در روسیه همه حزب‌های سیاسی جمهوری تاجیکستان نامزدهایی که از حوزه‌های یکمندتی همچون وکیل انتخاب می‌شوند برای آنها شرایط یکسان است یعنی که آنها آزادن بیایند به خارج کشور و فدراسیون روسیه و می‌توانند آزادانه در بین مردم صحبت کنند و تشویق و تبلیغ کنند کمیسیه انتخاباتی اوچاسک انتخاباتی که در شهرهای فدراسیون روسیه در 5 نقطه‌ای که گفتیم در مسکو، در سن پیتربورگ، در نوسیبیر، در اوفا، یکاترینبورگ است ما شرایط برای شهروندان آماده میکنیم که آنها بیان آوازیان اما تشویق از جانب حزب‌های سیاسی و نامزدها این آزاد است آنها هر وقتی که خواهند میایند در قلمرو روسیه نه تنها روسیه با تکرار میکنم بلکه در دیگر دولت های خارجی میتونن که از اون پروگرامی که خودشون هست مقصد هایی که اونو دارند در بین مردم بیان صحبت کنند و برای این یکان شرایطی مخصوص ضرور نیست این آزاد است معلوم است که روسیه کشوری بسیار هم عظیم است تقریبا در تمام گوشه و کنار این کشور شهروندان تاجیکستان مهاجران مهنتی اردو باش دارند برای مهاجرانی که در روسیه هستند 5 نقطه رایدهی کفایه است؟ شاید کفایه نباشد اما انتخابات در اساس قانونهای انتخابات میگذرد یعنی در اساس های قانون و ترتیبی گذراندن انتخابات میگذرد و اصلا انتخابات ها در خارج کشور در بناهای سفارت یا کنسولگری های این یا آن دولت میگذرد ما هم این طبق تمام معیارهای بین المللی است و ما البته انتخابات اساسی در قلمرو جمهوری تاجیکستان میگذرد یا که در دیگر دولتی که انتخابات میگذرد و از سبب آن که مردمی تاجیک مهاجران تاجیک در فدراسیون روسیه زیادند از همین خاطر در سالهای اخیر چاره ها اندیشیده شدند که علاکه من در 2-3 سال اخیر ما باز 2 کنسولگری دیگر در فدراسیون روسیه باز کردیم در شهر سن پیتربورگ و نوسیبیرسک و همان 4 کنسولگری گنرالی و سفارت جمهوری تاجیکستان در مسکو هستند یعنی 5 نقطه و البته مثال های دیگر هستند در تجربه های جهانی که عموما در دیگر دولت بسیار دولت ها در خارج کشور ما انتخابات نمیگذارند و من چند روز پیش با سفیر ایرلندیا صحبت داشتم و وقتی که آنها دیدن که ما آمادگی به انتخابات داریم گفتن که بسیار خوب است ما عموما در خارج کشور انتخابات نمیگذارانیم
میکنیم در قانون دولتی ما نیست. اما چهاری که من گفتم مهاجران تاجیک زیادن، پنج نقطه ای که ما داریم شرایط میدهد که مردم زیادتر از انتخابات های گذشته بیان آواز دهند و یا یکم ممانعت مشکلی وجود ندارد. سبب این که الان انتخابات ما اولی مرد میگذارد و مردم زیادی شهروندان تاجیکستان در تاجیکستان قرار دارند، چرا که اصلا مردم زیادی ما مهاجران موسمی هستند و از بهار تا تیرما در اینجا فعالیت میکنند، وقتی زمستان به وطن بر میگردند و قسم زیادی مهاجران تاجیک الان در قلمرو جمهوری تاجیکستان موجود است. و چه که من باز یک بار دیگر تکرار میکنم، عموماً با دولت های هستند که در خارج کشور انتخابات نمیگذارند و ما کوشش کردیم که تمام شرایط ها رو فراهم بیاریم که مردم بیاییم آواز دهند. و یک چیز دیگر قید کردم است که من میشنوم در شبکه های اجتماعی در دیگر جا که مردم خبر ندارند. این روز هم در یکی از سامانه های کدام یک رادیو من خواندم که گویا که مهاجران نمیدونن انتخابات در کجا میگذرد، چه خیلی میگذرد. و البته شاید روسیه یک چیزی که شما قید کردید یک دولت بسیار بزرگ است، یکی از بزرگترین از لحاظ مساحت بزرگترین دولت دنیا به حساب میرود. از کالینینگراد تا شرق دور 10-12 ساعت پرواز است و مهاجران تاجیک، مهاجران مهنتی تاجیک در یک شهر یا دو شهر نیستند، اونا در تمام شهرهای بزرگی فدراسیون روسیه پراکندند، نه تنها در شهرهای بزرگ، در شهرهای خرد، در دیهاتها. و البته گذرانیدن انتخابات در خارج کشور، در چون کشور بزرگ، بسیار مشکل است و یگانه راهی که ما می توانیم مردم را آگاه کنیم که انتخابات میگذرد و آنها می توانند بیان آواز دهند، این وسایل اخبار عامه است. یعنی نه تنها به طریق شبکه های اجتماعی که مهاجران تاجیک از آن بسیار فعالانه استفاده می برند، تمام مردم شناسند با شبکه های اجتماعی و در برابر شبکه های اجتماعی با مجله و روزنامه های دولتی اقامت، با رادیو و تلویزیون ها ما این اخبار را رسانیده ایم و نه تنها واسطه اخبار ما شبکه اجتماعی، بلکه به طریق دیاسپوراهای تاجیکی در فدراسیون روسیه بسیار فعالند. زیاد از 90 دیاسپوراهایی که نامنویس شدند در فدراسیون روسیه دیاسپورای تاجیک، اونا به طریق اونها ما این معلومات را به مردم میرسانیم و صحبت های زیاده هم برگزار شدند از طرف کارمندان کنسولگری های جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه، از جانب حزب های سیاسی هم بودند اینجا که کارهای تبلیغاتی میبرند، از جانب بسیار دیگر نماینده های دیگر وزارت ادارهایی که برای کار میبینند، اونا البته ما میرسونند این معلوماتی که مرحمت بیاید آواز دید. هر یک شخص باید قرض شهروندی خودش رو اجرا کند و باید در برای انتخابات ها داند، البته باید آموزد، خواند. و من فکر میکنم که اگر شخصی که میخواهد در حیات سیاسی دولتش اشتراک کند، معلومات ها کافی هست. تشکر. از انتخابات پارلمانی شهروندان تاجیکستان خصوصا مهاجران مهنتی چرا میتوانند انتظار شوند؟ البته مسئله مهاجرت مهنتی یکی از مسئله هایی هست که حکومت جمهوری تاجیکستان و پارلمان جمهوری تاجیکستان همیشه به این مسئله اهمیت بسیار زیاد میدهند. من حتی 5 سال آخری که پارلمانی که الان عوض میشود فعالیت اونا را اگر نظر کنیم، یک چند در این مدت طول 5 سال یک چند فورم های بین پارلمانی بین فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان برگزار گردید، هرچند نشست هایی که وکیلان مردمی آمدند در فدراسیون روسیه
با همتایان خودشان صحبت داشتند و با مهاجران مهنتی صحبت داشتند برگزار شدند و در همه گفت و شنیدهای دو جانبه که بین با فدراسیون روسیه با حکومت فدراسیون روسیه برگزار می‌گردند یکی از مسائل کلیدی چنین گفت و شنیدها این البته وضع مهاجران تاجیک بهتر کردن وضعیت مهاجران تاجیک است سبک کردن زندگی اونا است حمایت منفعت‌های مهاجران تاجیک است تا به کجا ما موفق شدیم یا موفق هستیم اینا مردم خودش باگذاری میکنند البته باگذاری باید سوبیکتیوانه نباشد باید ابیکتیوانه باشد چرا که شرایطی بوده باشه که شهروندان ما دارند الان از دیگر با شرایط های مهاجران سابق اتحاد شوروی فرق میکنند یعنی که مثلا 15 روز به نام به رگیستراسیو و مسئله پتنت و تا با پتنت و 3 سال میتوانند در دولت اقامت کار کردن این نتیجه گفت و شنید هایی که بین دو دولت بود و گذشت های هم بود چی از جانب روسیه و چی از جانب تاجیکستان به این نایل گشتیم و البته ما کوشش های زیادی به خرج داده ایستادیم که مسئله عفی مهاجران تاجیکی تعداد زیادی اونها وارد شدن به فدراسیون ممنوع است گفت و شنید ها ادامه دارند در همه سطح ها در سطح رهبر کشور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که در سفر رسمی که ماه اپریل سال گذشته برگزار شد یکی از موضوع های کلیدی بود در گفت و شنید و جانب و در گفت و شنید هایی که پسان در دیگر شهر برگزار شدن ما البته در این موضوع با رهبریت با حکومت فدراسیون روسیه در تماس هستیم و از اونها خواهش کردیم که مسئله عفو مهاجران مهنتی رو ببینند و در این سمت حکومت روسیه کار کرده ایستادند باید یکچند قانون های نو چرا که مسئله عفو مهاجران در یکم قانون نیست این با امری رهبر دولتی کشوری قامت می شود یعنی از روی قانون نمی شود عفو کردن تنها با امری رهبر دولت با خواهشی رهبر کشوری ما می شود و از این خاطر اینا می خواهند که همین پروسس عفو را در چارچوبه قانون وارد کنند یعنی با قانون چرا که وقتی که ما دفعه گذشته آف اعلان کردن قریب 150,000 شهر زیاده از 150,000 شهروندان ما از روی خط ممنوع شدگان بیرون شدند اما در مدت 1.5 سال 2 سال باز تعداد باز زیاد شد ما باید درباره سبب های زیاد شدن تعداد مهاجران مهنتی که واردشون ممنوع است درباره این صحبت کنیم سببش چی است سببش این قاعده رو قانون فدراسیون روسیه رو ویران کردن است اگر منم قاعده بیان کمی در قلمرو فدراسیون روسیه آنقدر سخت نباشد اگر برای پولی مثلا تلفن را ندادن یا که با چراغ جراحی صبح گذاشتن اگر ممنون شد این البته درست نیست اما کسی که با یگان جنایت دست میزنند و با قرار سود از قلمرو فدراسیون روسیه دپورت میشوند اونا وارد اونا ممنون میشود و با یگان عفو اونا نمیتونند در مدت کوتاه باز با فدراسیون روسیه وارد شد و قانون هایی که الان حکومت روسیه آماده کرده ایستاده است در این مسئله سبکی ها داده می شود و من فکر میکنم که برای اون قاعده بیان کنی که الان دپورت میکنند در آینده شاید با یک با اشتراف یعنی که با یکان جزای پولی عوض کرده شود این یک مسئله مسئله عفو مهاجران مهنتی در سفر آخرینی که دو روز پیش بود سفر وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان در صحبت با وزیر کارهای خارجی روسیه این صحبت ها شدند و جانب روسیه با ما گفتند که الان کار رفته ایستاده است و البته این روی حلش رو ما باید پیدا کنیم و البته مهاجران مهنتی فدراسیون از روسیه اون مسئله که من گفتم حل این مسئله ها رو انتظارند مهاجران مهنتی که در خارج کشور زندگی میکنند اونا میخواهند که شرایطی بود باشن زیادتر باشد حمایت منفعت های حقوق های مهاجران مهنتی باید از جانب دولت اقامت باید رعایت شود البته همین انتظاری ها را مردم دارد
و وکیلانی نوی که انتخاب میشوند و باید سعی و کوشش های خودشان را من اطمینان کامل دارم که سعی و کوشش خود را با آن خرج میدین که با همتایان روسشان در این مسئله با گفت و شنید انجام میدهند و من باوری کامل دارم که ما رای حل این مسئله را پیدا خواهیم کرد. نظری شما اوید هر گونه گروه و جمعیت هایی که در روسی از حساب مهاجران مهنتی تاجیک تشکیل شدند و شدنی هستند چگونه است و اونها می توانند همین تدبیر خود را قانونی عملی سازند؟ در نظر دارید که البته هر یک شهروندی تاجیکستان که قانونی از روی قانون در جز زندگی می کند یکی شهروندی دولت اقامت را دارد می تواند که مثلا آزاد است در انتخاب فعالیت خودش اما اگر شما منظورتان تشکیل کردن یگان حزب های سیاسی یگان تشکیلات های سیاسی در خارج کشور باشد البته شهروند دولت خارجی در یک دولت دیگر مثلا نمی تواند حقوق ندارند یگان حزب های سیاسی یا گروه چه تشکیل کنند مثلا فعالیت سیاسی مثلا در خارج کشور داشته باشه فعالیت کرده میتونه اما تشکیل گروه حزب یا گروه سیاسی اما قانونی عملی کرده نمیتونه قانونی عملی کرده نمیتونه چرا که اونا باید در چارچوب قانون دولت اقامت فعالیت کنند در قانون چارچوب قانون فدراسیون روسیه نه تنها فدراسیون روسیه یگان دولت متمدن دنیا اجازه نمیدهد که در قلمرو خودش یک حزب سیاسی دیگر نام‌نویس شود و فعالیت کند هر کسی که میخواهد فعالیت سیاسی داشته باشد باید در همون دولت فعالیت سیاسی کند من همین خیلی میفهمم نه تنها من بلکه به آدم های بسیاری که با قانون و با چی شناس هستن خب طبق قانون گذاری فدراسیون روسیه شهروندان خارجی نمیتوانند حزب و حرکت های سیاسی خود را در قلمرو فدراسیون روسیه تأسیس دهند حزب سیاسی نمیتوانند حزب سیاسی را تاسیس دهند و نام‌نویس کنند یعنی هیچ وقت دولت اقامت یک حزب سیاسی که مقصدش مثلا با سر قدرت آمدن در دولت دیگر است در دولت خودش نام‌نویس کند چرا که این دخالت به کارهای داخلی دولت دیگر می شود برای همین البته حقوق ندارند البته فعالیت کرده می توانند نقطه نظر خودشون رو گفته می توانند اما تشکیل و نام نویس کردن حزب سیاسی در خارج کشور این از روی قانون های چی روسیه تمام قانون های بین المللی ممکن است خب از انتخابات پارلمانی شما چرا انتظار هست از مثل هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان من از اون انتظاری من همین است که شخصان بسیار ارزنده انتخاب شوند در این انتخابات و وکیل پارلمان شوند و مقصد اساسی هر یک حکومت هر یک پارلمان یا مجلس در اون است که دولت انکشاف یابد اقتصادیات رشد کند یعنی سطح زندگی مردم بهتر شود مقصد اساسی هر یک حکومت یا حرکت حزب سیاسی همین است یعنی خدمت کردن به مردم خدمت کردن حل پرابلم هایی که مردم دارند با کدام طریق با طریق قبول کردن قانون ها یعنی که پارلمان این یک ارگان قانونگذار است یعنی که کسی که اعضا می شود وکیل می شود در پارلمان او باید همین خیلی قانون های را قبول کند که این برای سمت برای رشد دولت رشد اقتصاد و رشد اجتماعیت دیگر کمک کند و سطح زندگی مردم بالاتر خوبتر شد ما البته امید داریم که ما با آن هدف های استراتژی که ما داریم با آن می رسیم هدف های استراتژی ما با شما معلوم است و پیش از همه حاضر من از صنعت کنونی اقتصادی جمهوری تاجیکستان یعنی
ساختن جایهای کار، تشکیل کردن جایهای کار به واسطه در جمهوری تاجیکستان، برای این با هدف استراتژی دیگر ما باید 100% نائل شویم. این یعنی با هدف ما با استقلالیت انرژتیکی رسیدن است و به استقلالیت انرژتیکی به حل مسائل انرژتیکی ما اقتصاد پیش بردن نمیتوانیم. و برای من تا حاضر تا یک سال پیش هدفهای ما این بود از بنبست کمیونیکاسیونی برآمدن، امنیت از قواره را تامین کردن، استقلالیت انرژتیکی را به دست آوردن. این هدفها بودند و این هدفها قریب که اجرا شدند و ما اکنون به یک مرحله دیگر انکشاف اقتصاد کشور میگذاریم. مرحله دیگر چی است؟ یعنی صنعتی کنندن اقتصاد کشور. و ما انرژی کافی داریم، البته حالا ما باید از این هم زیادتر آن نیروهای برخی که گفتیم باید ساخته شوند تا آخر، و ما میتوانیم که مثلا با تیزتر و با آن هدفهای خودمان رسیم و آن روزهای هم میرسند که مردم ما میتوانند در تاجیکستان زندگی کنند، فعالیت کنند، کار کنند. و این البته صد روی آنهای نمیشوند که آنها میخواهند که در خارج کشور کار کنند. زندگی یک عمل عادی است، ابیکتیوی است، چرا که در دنیا صدها میلیون مردم بیرون از دولت خودشان زندگی میکنند، فعالیت میکنند، کار میکنند. انتخاب و ما از فرقیت جمهوری های صاحب استقلال ما که سابق اتحاد شوروی از دوران شوروی است که ما آزاد هستیم، انتخاب آزاد داریم. ما می توانیم در دولت خودمون باشیم، کار زندگی کنیم. ما آزاد هستیم که با کدام دولت دنیایی که خواهیم به اونجا سفر میکنیم، در اونجا زندگی میکنیم، کار میکنیم، با پس میگردیم. برای همین هم هر یک شخص کوشش میکند در جای کار کند که البته زندگی بهتر و خوبتر و معاش خوبتر داشته باشد. این یک عامل ابیکتیوی است و مردم ما هم البته می خواهم که مثلا در خارج کشورم کار کنم، زندگی کنم. و ما باید تمام شرایط ها رو فراهم بیاریم، با اون دولت هایی که مردم ما سفر میکنند با اونها رابطه های خوب، رابطه های نزدیک داشته باشیم که مردم ما رفته در اونجا فعالیت کنند. من یک چیزی رو قید کردنیم که البته وقتی که بعضی ها گروه ها و بعضی چیز هست کنند که این یا آن دولت هست، این سیاست شد تنقید میکنند، باید فراموش نکنند. مشکلی ها هستند، پرابلم ها در فدراسیه روسیه هست، اما این پرابلم ها در مقایسه برام که چقدر مردم در فدراسیه روسیه زندگی میکنند، کار میکنند و زندگی خوب هم بسیاری ها دارند، این باید فکر کنند. وقتی که در یک اونجا قانون شکنی نسبت یگان این یا آن مهاجر محنتی می شود، این یا آن شهروند خارجی می شود، این معنای ندارد که این سیاست دولت اقامت است. یعنی گویا که حکومت دولت نسبت مهاجر نه، سیاست دولت اقامت، سیاست این یا آن بسیار دولت ها با آن روانه شده است که اونا امنیت دولت خودشان را تامین کنند، اونا اقتصاد خودشان را پیش برند. و البته هر یک دولت متمدن می خواهد که دولت اونا یک دولتی باشد که در اونجا تمام ملت ها برابر باشند، زندگی خوب داشته باشند. من چنین دولتی را نمی شناسم که در سیاست دولتیش رسمیش بر ضد یگان ملت و چی روانه شده باشد. برای من فکر میکنم که در برابر که مشکلی ها هستند و قسم زیادی مردم ما در اینجا زندگی میکنند، فعالیت میکنند، کار میکنند و زندگیشان خوب است، و در برابر مهاجران مهنتی موسمی که ما داریم، ما بسیار شهروندهایی داریم که شهروندی روسیه رو دارند. اینا قریب زیاده 300 هزار شهروندانی ما شهروندی روسیه رو دارند و زندگی خوب هم میکنند و در بسیار کارهای خوب هم مشغول هستند، در رهبری دولت اقامت هستند، نماینده مردم ما، ملت تاجیک هستند، زیاییانی که در اینجا زندگی میکنند، فعالیت میکنند، کار میکنند. و همه وقت پیش از آن که ما این یا آن ملت را، این یا آن دولت را عیبدار کنیم،
ما باید فراموش نکنیم که چقدر مردم مثلا در اینجا زندگی و کار میکنند و از زندگی و بودباششان در اینجا راضی هستند. اما این هم معنی ندارد که ما درباره مشکلی ها، درباره ویران کردن مثلا حقوق های اونا خاموش باشیم. ما خاموش نیستیم. ما هر یک فکت و دلیلی که اگر پیدا شاید درباره نقض حقوق شهروندان ما، نقض حقوق مهاجران تاجیک، ما همیشه وقتی که معلومات را دریافت میکنیم ما البته مراجعه میکنیم و این مسئله را حل میکنیم. بسیار هستند معلومات هایی که هستند، قواهایی که میخوان برای خود آبروی خود را از حساب تنقید کردن حکومت یا سفارت بلند کنند. این وقت ها گذشت، دیگر ما خاموش نمیستیم. کسی که این یا آن استرکتور دولتی یا سفارت یا کنسولگری را افدار میکنند باید در اساس دلیل باید گپ زنند. یعنی که دلیل داشته باشند که همین سفارت همین فعالیت کرد، همین کار را اجرا کرد یا نه. اگر شهروندی تاجیکستان به ما مراجعه کند برای کمک، ما البته کمک خودمون را میرسونیم. در یک سال زیاد از 300 هزار شهروندان تاجیکستان و سفارت و کنسولگری تاجیکستان در فدراسیون روسیه مراجعه میکنند. 300 هزار و ما همین مشکلی 300 هزار را حل میکنیم. کدام مشکلی ها؟ پرابلم ها هستند. یعنی که گرفتن شناسنامه، گرفتن سپرافکا یا دیگر مسئله یا که نگرفتن معاش، نقض حقوق شهروندان یا که نفری که عیبدار می شود و باید از اون حمایه کرده شود. ما همه این کار را میکنیم در صورتی که همون شهروند با ما یا خطی یا شفایی مراجعه کند، بیاید مراجعه کند، زنگ زند و ما البته با حد امکان کوشش میکنیم که با همه اونا کمک کنیم. و در مقایسه با بسیار شخصانی که مثلا مراجعه میکنند و گپ میزنند و بسیار درباره حمایه و حقوق شهروندان تاجیک در فدراسیون روسیه سخنهای بلند میزنند، ما بسیار گپ نمیزنیم، ما بسیار تعریف نمیکنیم، ما کار میکنیم، ما در عملیه این حال میکنیم. یعنی که هر روزه اگر شما در پیش بنای کنسولگری جمهوری تاجیکستان روید، صدها شهروندان ما امروز میان با ما مراجعه میکنند. و اگر شما سالهای 4-5 سال پیش اگر مقایسه کنید، شما در پیش کنسولگری ها هزارها آدمانی که در اون در انتظار این یا حجت است نمیبینید. ما قریب صدها هزار شهروندان تاجیکستان در فدراسیون روسیه صاحب شناسنامه های نشدند. هزارها نفر شناسنامه‌ای و رانندگی را گرفتند. همه حجت گذاری را ما خوب برآوردیم. کنسولگری چهره که من گفتم کنسولگری های نو باز کردیم که مردم از سنگ پیتربورگ، نوسیبیرسک دیگر سرسان سرگردان نباشند. هرچند این ارزان نیست برای دولت. این کارها را ما اجرا کرده استادیم. نقشه های دیگر هم داریم که در آینده شاید اون نقطه کنسولگری جنرالی دیگر در دیگر شهرهایی که شهروندان زیاد هم در اونجا باز شوند. یعنی مقصد اساسی کمک کردن با مشکلی مردم آسان کردن در این مواجهه مهنتی و البته استراتژی انکشاف دولت تاجیکستان اون نیست که ما فقط درباره مهاجرت و راه‌های زیاد کردن مهاجرت داشته باشیم. این خطا است و ما کوشش های به خرج داده استادیم که در داخل تاجیکستان جای کاری پیدا شوند و شده استادن نو و سرزان که مشکلی ها وجود دارند، پرابلم ها وجود دارند و در شرایط بسیار حساس زندگی میکنیم. شما دست به وضعی به دنیا چیگونه است و یگانه راهی انکشاف، یگانه راهی پیشرفت این آرامی است، صلح است، ثبات است، یکدیگر فهمی است، به دست یک دیگر را گرفتن است، متحد بودن است، یک غرور ملی داشتن است. و اگر ما یک جا باشیم، مقصد های یگانه داشته باشیم، مقصد هر یکی ما آبادی دولت ما باشد، ملت باشد و این باشد، اگر ما به هدف های خودمان میرسیم، یعنی نه با راهی، یعنی آهسته آهسته قدم به قدم.
مقایسه کنید شما از سوال دادید که چی فرقیت است. شما مقایسه کنید انکشاف تاجیکستان از 10 سال 15 سال پیش و حاضر. فرقیت زیاد است. اون پروژه های اقتصادی که پیاده می شوند در تاجیکستان، اینقدر کارهایی که عملی می شوند، اینها را هم نادیده گرفتن در کار نیست در برابر مشکلی ها. من همین چه را می خواستم جناب سفیر، سپاسگزارم از شما برای پاسخ پرره و دقیق. سلامت باشید. تشکر زیاد که درخواست ما گروه ایجادی رادیو مهاجر را پذیرفتید. تشکر. من برای رادیو مهاجر موفقیت آرزو میکنم و من در همون شرایطی نه قدر آسانه که هست و اون کنکورنسی که گیم که در این بازار وسایل اخبار عامه هست شما هستید و ما میخواهیم شما همیشه باشید، چرا که این برای مردم ما، برای مردمی که در خارج کشور زندگی میکنند، داشتن یک رادیوی تاجیکی، یک رادیویی که درباره پرابلم های مردم صحبت میکنند ضرور است. و من بسیار میخواستم که صفی اون شهروندانی که رادیوی شما رو گوش میکنند در صفحه های شما وارد میشوند زیادتر شود، یعنی که در این مسئله هم دستگیری تمام مردم ضرور است. اگر ما زیادتر این روز یک روزنامه، یک رادیو، یک کانال تلویزیونی تاجیکی رو اگر دستگیری و کمک کنیم، اونها میتونن رقابت پذیر باشن. و ما هرچند این یک رادیوی خصوصی است، نمیگم این با دولت تاجیکستان یکون رابطه و ربطی ندارد. من میدونم شما همه آزاد هستید در انتخاب این یا آن موضوع. در هر صورت ما از جانب خودم سفارت تاجیکستان، کنسولگری تاجیکستان آمادن به هر سوالی که شما دارید. بگذار سوال ها برای ما اونقدر میگم که چی نباشن، قابل قبول نباشن، اما ما آمادیم به همه سوال های شما جواب دیم. و برای شما تشکر، موفقیت، بازم.